اعدام ها و احکام وحشیانه اعدام تا همینجا با موج گسترده از اعتراضات در ایران و در خارج کشور روبرو شده بسیاری از چهره و فعالین جنبش های اعتراضی علیه اعدام با و رسم موزه گرفتن و به میدون اومدن برای روزهای 28 و 29 سیوم آذر ماه فراخان تظاهرات ها تجمعات و اعتصابات عمومی داده شده مشخصا در مخالفت با احکام اعدام. فراخواندندگان دانشجویان هستند دانش آموزان جوانان کارگران به خصوص کارگران در بخش صنعت نفت و بخش های دیگه اینها جز فراخواندهندگان هستند برای دست دادن به یک اعتراض و اعتصاب سراسری علیه ادامه ها در روزهای 28 تا 30 آذر ماه در خارج کشور هم حرکت های اعتراضی زیادی شده بسیاری از نیروهای مترقی نهادهای بین‌المللی و حتی دولت ها سیاست مداران قاطعانه اعدام ها رو محکوم کردند و در این میان اخراج جمهوری سامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم گامی به پیش برای انقلاب ما بود و جواب محکمی بود به حکومت جنایت و اعدام در ایران حرکت برجسته ای که در این در اینجا باید بر اون تاکید کرد انتشار اطلاعی بود با امضای 235 نفر از فعالین که این امضاها گسترده تر هم خواهد شد این بیانیه که به طور بسیار جامع و رادیکال و ریشه ای اعدام ها رو در ایران محکوم کرده و مقابلش ایستاده به امضای 235 نفر تا همینجا به امضای 235 نفر رسیده از فعالین سرشناس در جنبش حقوق زن مادران خاوران جنبش دادخواهی فعالین سرشناس و محبوبی در جنبش کارگری معلمان بازنشستگان نویسندگان و شاعران و هنرمندان و بسیار از فعالین مدنی در این اطلاعیه اعدام ها محکوم شده و به حکومت اعلام شده که باید اعدام ها فورا متوقف بشه اعدام جنایت قتل عمد حکومتی است قتل عمد دولتی است و باید متوقف بشه اهمیت این موضوع این هست که سرمایه های اعتراضی و مبارزاتی اون جامعه که خودش رو در شکل تشکل ها، کمیته ها، نهاد های سنفی، مدنی، سیاسی نشون میده و همچنین چهرهای فعال، کنشگران که ده ها سال قبل از شروع این انقلاب در عرصای مختلف علیه جمهوری اسلامی می برای احقاق حقوق سیاسی، حقوق سنفی، حقوق اجتماعی خودشون و کل جامعه اینها الان پا به بینود میگذارن و این حرکت باید الگویی باشه نمونه باشه برای اینکه هر چه گسترده تر این چهره به میدون بیان اینها ستون فقرات انقلاب ما هستند این نهادها و کمیته و چهره ها در واقع نمایندگان و پرچمداران انقلابی هستند زمین سازان و فراهم کنندگان شرایط مسایدی هستند که این انقلاب بر مبنای اون شکل گرفته و به پیش اومده و امروز اون زمان فرا رسیده که اینها با اسم و رسم خودشون به میدان بیان اطلاعی بدن بیانیه بدن علیه ادام ها و علیه کشتار ها و علیه کل جنایات حکومت اعلام موضع کنن و به این ترتیب انقلاب ما متشکلتر متعینتر و قویتر به پیش خواهد رفت پیروزی از آن ماست در این تردیدی نداشته باشید